والا پایان من میز که کلاگی دیگه بیکارت بخش شان کار پیدا شد بسم الله الله اکبر ان شاء الله که هر کسی که غیرت غرور همت داشته باشه کار کنه میتونه که روزگار خدا بچلانه. حالا اگر روغن دنبا و زرد باشه جوانا نمیخوره. نه وال فشارشون بالا میره. فشارشون بالا میره. چند دریزه را دادیم به خاطر صفاکاری کار به ما پیدا نمیشه. ایران موندیم که چی؟ با نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز، هموطنان گرامی، خواهرها و برادرای محترم و مادرای مهربانی که همیشه با فامیلشان برنامه های ما را یکجا تماشا میکنند، سلام خدا خدمتتان تقدیم میکنم. خدا کند که خوب و جور و خوش و سلامت باشین و دور از گزند روزگار. دوستای عزیز، ما امروز جای قرار دارم که شما دیگه حتما از این تصویر یک چیزی به یادتان بیاید و به یاد داشته باشین. ما دقیقا روبروی شفاخانه جمهوریت و همچنان آرشیف ملی قرار دارم که در پهلوی از این شفاخانه انتونی است و در پهلوی شفاخانه انتونی لیسه امانی است که شما حتما از این جایی که نام گرفتم خاطره های داشته باشین و اینمی سرک از طرف قوای مرکز میره به طرف دی افغانان که خواستیم از این قسمت بر شما یک گزارش آماده کنیم. اینی دروازه آرشیف ملی افغانستان است که بیشتر کسایی که در افغانستان زندگی کردن آرشیف ملی را دیگه حتما باید داشته باشن، مخصوصا کسایی که اهل هنر هستن، هنرمندای عزیز ما حتما دیگه اگر دور از وطن باشن آرشیف ملی برشان یک خاطره بسیار خوبی است که اینجا مونده و از این خاطرات و یادهای خیلی زیادی دارن. و این هم تعمیر شفاخانه جمهوریت است که از شفاخانه جمهوریت هم حتما کسایی که در کابل زندگی کرده باشن یا مریض آورده باشن اینجا یا حتما پایواز مریض بودن یا حتما خبر گرفتن یک مریض بالاخره آمدن دیگه. ما خواستیم که از این موقعیت بر شما یک گزارش آماده کنیم و بریم به خیر سمت دی افغانان، چون از این قسمت ما بر شما فکر کنم که برنامه یک بار ساخته بودم به نظرم. خب اگه ساخته باشم هم خیلی وقت بوده، یاد خودم هم نمیاد، شاید هم نساخته باشم، حالا ادعا کنیم نباشه بازم خوب نمیشه. خب بر صورت اینمی سرک دیگه میره مستقیما به طرف دی افغانان و شما منار مسجد حاجی عبدالرحمنه و همچنان یک شنگ 18 منزله را شما شاید در تصویر ببینین. اگه همکار ما بر شما تصویر کمی نزدیکتر بسازه باز شما حتما میفهمین که دقیقا ما کدام طرف روان هستیم و در کدام مسیر هستیم. دیگه در این قسمت دوکان هست و بیشتر نجاری هست که هم تخت خواب میسازن هم الماری میسازن و هم بعضی چیزهای دیگه که اینجا ساخته میشه هست و وجود داره که اینجا فکر کنم یک تخت خواب هم دوستا خریداری کردن که ببرن بخیر. دیگه کاکا جان سلام مونده نباشید. سلام علیکم بدر، خوب هستین؟ قراری جان جور است، شکر سلامت. این تخت خواب شما خریدین؟ این تخت خواب ما خریدیم یا روسی از این بچگه که من به من بچه خریدم. ماشاءالله خداوند نیک مبارک کنه. ایشان سلامت باشید، زنده باشید، خوشبخت داشته باشید. خیر ببینی، سلامت باشید. چقدر وقت خوب برابر شدیم. اوه خونیتا سو بودون در وقت خوب، وقت مناسب برابر شدین دیگه. اینه بخیر دیگه، عروسی بچه تام سر پای کردی؟ او بخیر، رو عروسی بچه را سر پای کردی. مبارک کنه. در خانه است، در هتل است؟ نه در خانه است. خانه یکی؟ او خانه یکی است. خانه یکیش خوبش میاد. او خانه یکیش خوبش است. هم با میمونا رسیدگی میشه و هم خدمت میمونا بیشتر میشه. او هم قدر عزت میمونا میشه، هم با عزت و بابرو در خانه خوبش میشه کادم کنه. خداوند همیشه با عزت و بابرو داشته باشه تان آجی سب. ما هم خبر میکنین یا نه در آرسی؟ چرا نه؟ نمره تلفون تان آبت خبرتان میکنم. قطع جمله تمام رفیقای تان. سلامت باشین. از خداوند میخوایم که یک تخت و یک بخت باشن. خیر ببینین. سلامت باشین. ما چه خدمت کنیم؟ سلامت باشین. خیر ببینین. سلامت. زنده باشین. این دوستا دیگه از این قسمت دوکانای نجاری که هست، باز هموطنا دیگه تخت خواب و الماری و
هر چیز دیگه که به حساب خانه ضرورت داشته باشن، به حساب که نجارا میسازن، با سازی قسمت خریداری میکنن. دیگه نه ما پیش میریم میده میده. اینجا یک تخت خواب دیگر هم بار میکنن. دیگه فکر کنم در این شب روز عروسی ها زیاد است. هر کس میایه و اونمو لوازم و ضروریات خود پوره میسازد تا ای که به خیر معامله خیر را بندازن. مانده را باشین تو باش ما پیش خودت بیاییم حالا که نفر گره. خب بر صورت دوستا، اینی هم مقام ولایت کابل است که شما در مقام ولایت کابل حتما آمده باشین. کسایی که در کابل است حتما به خاطر یک کار نه یک کار یک بار سر زده باشن به مقام ولایت کابل. و اینی سرک هم میره به طرف چهار راهی صدارت که از او دست راست اگر برین به طرف گلبهار سنتر میره، و اگر دست چپ بریم باز به طرف شهر نو و قسمت های میشه بگویم که پشت شفاخانه امنیت. خب به هر صورت بهتر است که نال ما از رخ سرک برایم، دیگه در این پیاده رو بریم با هموطن و دوستا صحبت های خود داشته باشیم. سلام. سلام مونده نباشه. سلام، خوب هستین؟ خوب هستین ستان؟ خوب هست، شکر. طرف یگان نفر که میریم وقت به طرف دیگه کس اشاره میکنه. چرا او بیادر؟ یک دو کلمه گپ هست. چی گپ هست؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ ستان خوب هست؟ بخیر. این دکان از خودتان هست؟ نه خیر نیه، زیاستم. خب خودت خریداری آمدی؟ نه یا متامل شیستیم یک چند دقیقه مانده شدیم. مانده شدی؟ بله. از کجا آمدی که مانده شدی؟ این از ایچه هستی افغانو. چی کاروبار مصرفیت؟ بیکار. بیکار؟ بله. فکر نکنم بیکار باشه او بیادر. می هستم. بیا خیر باشه. یک چند وقت بیکاری رو تجربه کنیم. بخیر. اما در جستجوی کار باید باشیم نه؟ بله. قبلا چی کار میکردی؟ قبلا آشپز بودم. آشپز بودین؟ بله. چند رقم غذا را پخته کرده میتونین؟ بی غذای افغانی را کلش میتونم. کلش؟ بله. از قابلی شروع تا منتو و کباب و آشک و چیزی که نگویی بگویی یه همیار کلش هم میتانم. بله بالا بشک. چند سال میشه آشپزی میکنین؟ وقت میکردم 8 سال آشپزی کردم. دیگه نکردین؟ نه خیر نه. خسته تان ساخت؟ نه خسته نشد، دفترها خلاص شد دیگه. در دفترها آشپز بودی؟ بله. بیا خیر باشه، خدا میربان است. یگان جای آشپزی سیار جور کنین؟ والا دیگه بودیجه کار داره. بودیجه کار داره. خب بیا خدا مهربان است بیادر، ما چی خدمت کنیم؟ تشکر. قربان، تشکر، سلامت باش. کاکا جان سلام علیکم. خوب هستین؟ ساعتتان خوب است؟ شکر. چی حال دارین؟ امروی روز روزگار زندگی چطور میگذره؟ خوب است، شکر است، چیزی که رضای خدا است. چیزی که رضای پروردگار باشه. این غرفه که از خودتان است؟ از خودم است. چه وقت میشه اینجا هستین؟ اینجا یک 32 سال میشه من اینجا هستم. 32 سال؟ نام خدا، نام خدا. 32 سال یک عمر است که اینجا شما هستین؟ من در تجارت مامور بودم، با تقاعد کردم. اینا تقاعدی رو هم نمیتین تا هردم شهید ماندیم. چی کنیم اینا؟ در جریانه که هم وظیفه داشتین بازم اینجا غرفه داشتین؟ غرفه هم داشتین. آیا دمو گفت؟ از 30 سال پیش اگه برام قصه کنین اینجا چی رقم بود؟ دکانای چی بود؟ این دکانا پس اثر ویران شد، با سر اثر آباد شد. سابق چی بود اینجا؟ این سابق هم همی انوری فروشی و تخت فروشی بود. خوب. اما بازی نو ساخت. غلطان پس اثر دو. اونش اثر ساخته شد. بله. بود منم دکانای سابقه بوده. دکانای سابقه بوده. بله. چند سال شد تقاعد کردین؟ این سال 3 سال میشه. 3 سال شد. کدام سال تقاعدی رو گرفتین یا نه؟ یک سال گرفتیم، یعنی 3 سال دیگر این نداده تا. کتم خدا مهربان است، خدا کنه که ریاست خزینه تقاعد نسوالا بیخی اوقات ما تلخ است. والا دوم خود از پس از کس چیز نخواستیم، والا حالا ای گدایگر شدیم به خدا. خدا نخواسته باشه کاکا جان. حالا هم شکر کار میکنین. یک چیز خوب مایوب است، اینه تر پای مو مایوب است. اینی پای من مایوب است. چی کده پای تانه کاکا جان؟ سوخته یه. والا یه. دروغ چی بگویم؟ همی حقیقت خودم میگویم. بچه ها هستن کار میکنن؟ بچه
خرد است، یک صنف نوی مکتب است، ولی او از مکتب بکشم چی سر از او کار؟ نباید بکشن دیگه. یکی صنف چهار است، یکی صنف سه است. بچه ها خرد است نایی صاحب؟ من در وقت او دفعه که طالب ها آمد آروسی کده بود. آدم وقت آخر. چند سال پیش آروسی کده؟ دیگه آمد. خدا مهربان است، این شور خوردنی بچه می برای بخیر. آه دیگه هر چی که جانب خدا است قبول میکنه. خانه کجاست باز؟ خانه این دمی کوز. خانه از خود است؟ نه خانه هم از یک آدم دیگه است، همه تو شیشته ایم. ترا نمیگیره؟ ترا نمیگیره درو. خدا خیرش بده، این یکان آدم های خیرندش هست. آه بله آه. بخیر باشین کاکا جان، وقتتان خوش، خدا حافظ فعلا. یعنی بعضی مردم های زحمتکش هم داریم که با این رقم زحمت کار میکنن و روزگار خود پیش میبرن و روزی حلال پیدا میکنن. دوستای این سرک هم مستقیماً دیگه از این سر دی افغانان میره به طرف شاید و شمشیره و همچنان به جاده آسمایی وصل میشه که اکثر کسایی که باز کار میداشته باشن رای خلوت این طرف است که باز از رابندان شهر خود دور میکنن. خب بر صورت این قسمت هم لیلامی فروشی هست و هموطن ها هم دکار هستن. هوا هم گرم است، بهتر است که ما می نمیجا یک دو گلاس نشکر بخوریم و کام خود شیرین کنیم باز پیش بریم. یک دو گلاس نشکر خمیتی ما خیر کار تکو نمی کشی تو خیر نکش. بعضی وطنداره قدر که موصله هستن که حتی همراهشون گپ زده نمیشه. خب بر صورت زندگی از هر کس در زندگی خود مشکلات می داشته باشه، ممکن مشکلاتی در زندگی خود داشته باشن و ما کدام هدف دیگه نداشتیم، فقط می خواستیم یک دو گلاس نیشکر بخوریم اما در نصیب ما نبوده. کاکا جان سلام. خوب است این ساعت من قراری است خیر خیرت. شما بشینین. جای مده جا بشینین. سلام شما خوب است این ساعت تان خوب است. بخشش باشه کاکا جان. از شما که در بالا میشینیم والا. چی حال دارین؟ خوب است ان شاء الله. بختان خوب است. فضل خدا. چهار مغز کجا آوردین؟ این چهار مغزای تگم است از مارکت میخریم. کیلو چند سودا میکنین؟ کیلو 500 5.5 سنت. مغزش ها؟ خوش شده یا تازه است؟ نه تازه است. تازه است. ما گفتم اگه خشکش 500 باشه خرزون از دیگه. نه تازه است. چند کیلو چند سیر سودا کرده باشید امروز؟ ولی یک 3-4 کیلو سودا کرده ایم. 3-4 کیلو؟ چرا کم کاکا؟ ولی کسی پیسه نداره بیکاری زیگه خوب بخرم. چهار مغز چون خودت لخ میکنی؟ آه مغز شده کنی. دستایت هم سیاه کدی کاکا؟ آه دستاخو بسیار نمیشه. نگفتی تو که زحمت نکشی راحتی رو نمیبینی؟ به زحمت راحت نیست. چه قوه میشه در این کار هستیم؟ تقریبا 8-9 سال هست نمیجه که نمی کارو هستیم. یه نمیجه هستیم. یه نمیجه؟ آه حیات من مشتری هم دارین؟ آه مشتری دارم. چهارمغز خلاص کردی دیگه؟ چهارمغز مغز کردنش خلاص کردیم شکشتان همین مانده. قش مانده؟ آه دوره نه دیگه. هم یک کیلو نخواد بیمه؟ نه از یک کیلو کم است. یعنی هم یک ساعت دیگه خلاص میشه؟ واه خدا مهربان تا وقت رمضان خلاص میشم. روزانه چیزی برات میمونه انشالله؟ آه ای یک بوجیش خلاص کنیم بوجی 1700-800 میمونه. شکر خدا کنه که روزانه دو بوجی و سه بوجی سودا کنی.
توکل به خدا دیگه. زحمت ها بیشتر میکشه. بله به زحمت که نمیشه. خب موفق باشین کاکا جان. کدام پیام کلامی اگر باقی مانده باشه؟ بله پیام هم نیست که کلگی دیگه بیکارت بخش شان کار پیدا شد. بسم الله الله اکبر. همیشه تبتان خوش و لبتان خندان بخیر باش. سلامت باشین. امرای شما و دوستان. سلامت خدا حافظ. کاکا خربزه را کیلو یکی سودا میکنی یا قاشقی؟ سلام علیک. علیکم السلام. شما خوب هستید؟ خوب هستم. خیر خیرت است. بخیر. تشکر سلامت باشید. کم برابر شما سودا میکنیم پاوا کم سودا میکنیم. هر قسم که جور آمد. هر رقم که جور آمد بله. کیلو چند سودا میکنین؟ ما کیلو 30 رو سودا میکنیم. کیلو 30 افغانی. پاوی 10 رپم. پاوی 10 افغانی. بله. یک قاشش باز 10 افغانی میبره یا کمتر است؟ گاهی وقت کم میبره، گاهی وقت زیاد میبره. چند دونه سودا میکنی روزانه؟ روز 15 سر سودا میکنی. 15 سر؟ برو خوب است دیگه 15 سر ان شاء الله چیز خاط مون. چطور نه از خدای خود راضی هستیم. به شک همین بله. وقت از خداوند راضی باشیم. ان شاء الله که هر کسی که غیرت، غرور، همت داشته باشه کار کنه میتونه که روزگار خدا بچلونه. دقیقاً. بله. قربان غیرتتون شم کاکا. زنده باشین. خانه کجاست؟ خانه ما دوقابات است. دوقابات. باز تا چند بجه اینجا کار هستین؟ تا که خلاص شود دیگه. تا که خلاص شود. بله. که 8 بجه شب شود، 9 بجه شب شود. آیا دیگه بعضی وقت تا 2 بجه روزم خلاص میشه، بعضی وقت تا 4 بجه، بعضی وقت تا شام. خلاص دیگه مو ریت تام 15 سر است. اما 15 سر است. خلاص شود باز میری بخیر. خلاص شود باز جمع میکنم میرم. بیا خدا مهربان است. اینه کم دیگه مونده. خواهی یک 4 5 دیگه مونده باشه. یک 3 سر مونده بله. میشه خدا میربان است. خب بگیرین در خربوده بخورین شیرین است مگه. سلامت زنده باشین. خوش باشین. سزا تشکر. و خیر باشه. خدا حافظ. سلام خوب هستین؟ جور. صحتتان خوب قراری است؟ سنگ چی گرفتین؟ تا حقتا دم. خب چی میکنین دیره؟ ما سر ما صاحبه ما کوا. خب؟ سعیس برین. از تلویزیون والا نخ خاطره نلرم. ولی خی خاطره نلری؟ بس نمیخوخی. جورنالیست می نخوخیگی ولی نخوخیگی؟ بس نمی خوخیگی من خو در افغانستان خلق خدمتگاریو بس تا خدمتگاری دو من نخوخیگی خی خدمتگار نخوخیگی؟ جورنالیست می نخوخیگی ولی؟ بس نمی خوخیگی دو من طبیعت کم دلیل لره که چه نخوخیگی؟ دلائل دیر دی نیویم خو یو دلائل وایا؟ نیویم نیویی؟ خدای پامان. خب دوستا اینه بعضی کسا میگن ما از ما خاطره خوش ندارن. ما چون چرا حق دارن شاید کدام ضربه از طرف رسانه برشان وارد شده باشه و او خاطر حتما کدام مشکل دارن. خب برصورت دیگه ما اگر هر قدر در افغانستان کار خوب بکنیم هیچ وقت کل مردم را راضی نگاه کرده نمیتونیم. هیچ وقت کلگی را خوش نگاه کرده نمیتونیم. دیگه تا اندازه ای که واسه توان ما میکشد کوشش میکنیم که مردم ما خوش باشن از ما راضی باشن. ای که دیگه باز همگی راضی نشن دیگه راضی کردن مردم کار ساده و آسان نیست که آدم همگی را از خود راضی داشته باشه. هر قدر که خدمت بکنی بالاخره یک کس نه یک کس پیدا میشه که خوشش نمیایی یا راضی نباشه از کارت. خب این قسمت هم دوستا سابق که بود بایسیکل فروشی بود. آره من فکر کنم دمی داخل بایسیکل هست ولی این دوکان هایی که قبلا بایسیکل بود و پرزجات بایسیکل بود حالا فعلا کرمچ فروشی و بود فروشی است که کار میکنن. چند دوکان دیگه شون هم مانده ولی مثل سابق نیست. کاکا جان سلام مانده نباشین. سلام علیکم. خوب هستین؟ ساعتتان خوب است؟ یادتر خوب هستین امرای کاروبار روز روزگار؟ والا خداست مهربان چیزه که خداوند مقرر کده او را به شما میرسونه. میرسونه خداوند بشک. چند بجه در کار آمده بودین؟
وقت ساعت 7 بجه در کار میایم، شام میریم خانه. صبح میرین و شام میرین؟ خانه کجاست؟ دیسبز. این از دیسبز میرین؟ چی کنیم، مجبور هستیم. موترتون چند میشه روزانه؟ روزانه 180 روپا میشه. 180 افغانی. بس یک چیز کاروبار میشه انشالله. خدا میرم، باز روز میشه، باز روز نمیشه. باز روز هم کرای موترم از جیب توان میتی. بله. بچه ها کجا هستن کاکا جان؟ بچه ها از مجد داستن کلش؟ ده تر ایالتون یک روزی رسان هست. بچه ها که از خود جدا هست، خیلی دست ریال کی هست؟ دیگه دختر هست، نواس هست، دیگه هست. این یک بچه تون کتون هست، یک نواس هم هست؟ نه، دوتا بچه زندار هست، او جدا هست، دیگه خورد ریزد، دیگه هست. مومن 2 نفر هست حال فعلا؟ بله. خداوند همیشه خوب و خوش داشته باشید. بخیر باشید. ما چه خدمت کنیم برتون؟ جان جو، تشکر. سلامت باشین، اون هم مشتری هم آمد. بیا یک کمک انصار جان پیشو، یک کمک خودت پشتر برو، یک حالا تصویرها را خوبتر بگیری. متوجه هم باش که پشت سر نفتی کدام جای. چند از جواری جوشک بیادر؟ سلام، خوب هستی؟ خوب هستی، خیراتی هستی؟ خوب قراری است؟ خیر و خیراتی است. دانه چند است؟ دانه 10 روپا. 10 افغانی؟ 10 افغانی. جواری کجاست؟ جواری جلال آباد. جواری جلال آباد. چی داره دیگه کتش؟ چی؟ چه مساله داره؟ مساله داره، لیمو داره و نمک داره. چند دانه آورده بودی؟ 200 دانه آورده بودی. یعنی 100 تاش مونده دیگه؟ والا 100 تومن. بس تا شام خلاص خواهد شد؟ خلاص میشه. بس یک ذره طرفدار داره جواری نه؟ زیاد است دیگه، خود خونک زیاد. از مارکت میری یا میخوای خودت میری؟ میری. از مارکت میگیری. مارکت میای؟ از مارکت میای. خونه کجاست؟ خونم جلال آباد است. جلال آباد. اینجا مسافر هستی خیر؟ مسافر هستم. شب هم دیگه من اتاق مجردی است. والا اناستی یا کسی دیگه هم است؟ 6 نفر هستی. 6 نفر. بس که ای 6 نفر که می باشین، شب نان تان چی رقم میشه؟ نان شب از هتل میارم. نان از هتل میاری؟ هتل میارم. باید 6 نفر یکی تان آشپزی کنین؟ والا هتل اگه مصروف است دیگه، شام نوخت میاد دیگه. دیگه هم کارام نوخت نوخت میاد؟ نوخت نوخت میاد دیگه، نمیشه. زمینان بیرون نمیگذاره، خسته میسازد من. والا چقدر دیر بود میری؟ 2 ماه بعد 1 ماه بعد. پیسه را جمع کرده؟ پیسه را جمع. میگم چرا در کشور کابل پیسه کم میشه؟ نه، پیسه کم نیست. شوخی کردم، خدا برکت بده. آمین. چی خدمت کنیم برات؟ شکر، زنده باشم. سلامت باشین، قربانتون، خداحافظ. اینجا بیشتر لباس های خانم ها سودا میشه. دیگه این قسمت لباس فروشی است که دو تعمیر پهلو در پهلو، یکیش لباس فروشی است و دیگه هم زرگری است. حاجی صاحب مانده نباشین. جوهر باشی، خوب است. خوب است، ساعتتان خوب است، قراری است. اجازه است اگه قبیشین این پولیتان. این دکان از خودتان است؟ دکان است. بچه من دیگه میجه ما میشینیم یکان در یکان سر میزنین پیش بچه تان؟ یکان بذارد داشت میکنیم یکان کلام بلاش کسی برا نبارن یکان چیش نبارن. گپ خوب است، هم یک تبدیل هوا میشه برتان. تبدیل هوا در نماز میریم مثال، یا او در نماز میریم پیر میکنم، اگر میریم او پیر میکنم. این موجودیت پدر در یک خانواده یا موی سفید برکت خداوندی است. همه تو رسانی سر؟ بله همه تو رسانی. چند ساله باشین آجی سر؟
یک 75 ساله باش. نام خدا. خداوند دیگام عمر طولانی بده تا. لای امید. چطور است تبتان چطور است؟ یک ذره بتاب هستین؟ شکر خوب هستیم ما. بتاب خو نیستیم شکر خوب هستیم. نه نام خدا شما مردای روغن زرد هستید. آ من سابقه ای که روغن دنبه و زرد خورده است. دلم تر. حالا اگر روغن دنبه و زرد باشه جوانا نمیخورن. نه وال. فشارشون بالا میره. فشارشون بالا میره. اصل جای کجاست آجی صاحب؟ جای اصلش از استالف هستیم. استالف یگان چکر میرین؟ میرم یگان چکر. بطای انگور و میوجات؟ میرم یگان چکر. خانه خواست حالم اونجا؟ خانه هست یک دوتا خانه هم هست. یگان باغ هم هست یا نه؟ یک کم بیشتر باغ هم هست. زیاف نیست. باغ که باشه با زین دیگه دمی تابستان ها. دیگه وقتا اگر نشد تو روزای جمعه میشه؟ نام روزای جمعه میرم. دیگه وقتا هم میرم یگان. میرین یگان چکر. یگان چکر میرم. قدر دور نیست دیگه نزدیکه؟ نزدیک سام. اصل برده شما کدین آجی صاحب. قربان تان سلامت باشین. چه خدمت کنیم برتون آجی صاحب؟ سلامت. خداحافظ فعلا. خداحافظ. افغان ویزت. افغان ویزت. احتیاط کن انصار جان که پایت بنده کنه کدام جای بفتی باز بگویی که ما را ریورس رو کردیم. و علیکم سلام خوب هستین مادر؟ یک کار وظیفه اگر در یک جای بخش ما ثواب گفته پیدا کنن لال خند روزی بخی قد شد سر ما حتیم دارستم سه تا شهید داده ایم حتیم ها دارم ولی ایران منده ما چی کنم چی بخورم سه تا شهید دادین؟ سه تا شهید داشت شهید کابل بیاداره کم کی بود تو شهید ها؟ بچه های مست شوارم به مرگ خون مرده بچه ها شهید شده کارتاش هست نه ماش شال دادم ش ایران موندم در خانه کرایی در سرک سه کارت اینا زندگی میکنم کار سرک سه کارت اینا سرک سه کارت اینا اون در یک تاکو نام ناک لالا جانم در یک تاکو نام ناک ببینی ای تو گریانتون میگیره زندگی خیلی سخت و ناکام شده به مرگم دیگه از فامیل شوهرتون از فامیل خودتون کسی نیست که همکاریتون کنه یک بچه بود یک بچه اون متاد شده که می غم و جمع دنیا ویران رفت و رد مرش و ایران رفت رد مرش اون متاد است اولادای هم از اون منده ایران منده این کالی چه کنم خودم تا لالوان پشتیم یک تکنان مگرد حالا کجا بودین مادر؟ حالا اینه فقط پیسا جمع کن نمیشدم حالا نمیشم این کارم پشت در چند جایی که تا می طالبا آمده عریضه داده ایم در می چی امیدی طالبا امی جای دولتی چند عریضه را دادیم به خاطر صفاکاری کار به ما پیدا نمیشه ایران موندیم که چی کنم یا خدا مهربان است کدام شماره تلفن آدرس مشخص دارین برای ما که اگر کدام هموطن برتان کار وظیفه پیدا کنه یا همکاری بکنن ما شما را پیدا کنیم قربان قواره ای تو شو ما خدا جانم بینمی جوانی هفت کاره خدا هم در جان نصیبی تو کنم بیاداره باشین مادر قربان قوارت شما می شماره رت میدم صفاکاری شو پیدا شو روز تشنابم میکشم خو قزدار استم یک و نیم لپر فقرزم میه در نیم تاکو داماد در سرک سیم شیشته ایم این می قسم نیمی تو رو نم توتا توتا کلگیش پریده چند تا از فامیل باست؟ از فامیل ما هفت نفر هفت نفر هفت نفر نانوار دیگه خودت هستی؟ نانوار خودم هستی نواسته یکویت نیستن کسی؟ نه نه و خورد خورده سن و خند اینی شماره سه اینی می شماره سه امی بالایش؟ این بالایش اینی کارتای شهید سه این کارتای شهیدی؟ کارتای شهید سه جور کردین؟ آه اگه میگه که دانه دانه نشونت دارم نیست هیست مادر نامتان چیست مادر جان؟ نمو رگول این کارتوی شهید است مادر قند ما شماره تان سیف کردم اگر کدام هموطن پیدا شد که همکاری براتون بکنه یا کدام وظیفه براتون پیدا کنه حتما ما شما را پیدا میکنیم قربانکت شما من زیاد دعاگوی هستم که اگر همکاری شوم کاری خو که بخش ما یک وظیفه که پیدا کنین زیاد خوش میشم بیا میگه تشکر قربانت شما بخیر باشین سلامت زنده باشین خداحافظ بخیر باشین خب دوستا واقعیت که بعضی وقتا آدم خیلی دل آدم می سوزه یک مادر از یک طرف
درد اولادش هم میبینه و سه فرزند از دست میتا شوهرشان و از طرف دیگه هم که جبر روزگار میفته بالای شانه های یک مادر که مجبور است برای خانواده خود نان پیدا کنه. خب اگر از توان شما هم وطن ها پوره بود برشان کدام وظیفه کار همکاری تانستین، شماره ارتباطی دفتر ما در خدمت شما است و همچنان شما از طریق پیج فیسبوک ما شما میتونین برای خودم شخصا پیام روان کنین یا شماره شان بخواین، مبرتان شماره شان در اختیارتان قرار میتیم، مستقیما خودتان هم کاری بکنین دیگه. خداوند خودش رحم کنه. خوب هستین کاکا جان؟ برای چی کنیم دیگه؟ میتونی کراچی را برده؟ میتونیم کمیتون، شش نفر نانخور هستیم، هیچ چیز نداریم. شش نفر نانخور هست؟ حال از کجا آمدین؟ حال خانه میریم از دست. خانه میریم، بچه ها کجا هستن؟ بچه ما یکی ده ساله هست، یکی شش ساله هست. چطور که بچه ها خورده است آجی صاحب شما در این سن سال؟ دختره توی کدیم. دختره کلان هستن؟ هفت دختر پشتش دو تا بچه هست. دیگه کارت خلاص شد، میری خانه میری بخیر؟ بله آی چی کنیم؟ باز روزانه یک چیز خرچ فامیل خوب پیدا میشه؟ میشه دو ست سی ست. برو شکر شکر، خدا مهربان است. بله بخیر باشین. باش که ما یک همکاری کنیم امرویتان کاکا جان. بین امیده بگیرین بخیر باشین. خزیش اطلاعات بود مصاحبه متقاعدین امی پیشتر که یکی از بزرگوارای ما که متقاعد بودن صحبت کردیم و از ریاست خزینه تقاعد هم درخواست کردیم که تقاضا کردیم که امی تقاعدی شما را سه ساله ما مونده بخدا سه ساله سه ساله این اولادکای ما پریشان بیچاره شده گیستیم 40 سال کار کردیم آخر کارهای ما بیبودم. در کجا وظیفه اجرا کردین؟ در وزارت تجارت انصارات بودم. وزارت تجارت دولتی ها انصارات ما باعث فوق رتبه این 40 سال خدمت آخرش هم این فیصه ما منتالی رو پرسون کردین رفتین یک بار چی گفتن برتون؟ هر وقت میرین میگه برو در دیگر روز خبر بیره اعلان منتوجه باشه دین قسم ما را رد میکنم. سه سال شده که نگرفتید؟ نه بابا همون ساعت های که اشرف غنی میرفت در شعبه پرداخت و ما 56,800 حواله شده بود همون صبح دیگه سبکی رفت همون پیسه ما اون تاالی دیگه با ما کس چه ندارم. خب خدا کنه که ریاست خزینه تقاعد با تقاعدی هموطنای ما که 40 سال یک عمر است خدمت کردن به وطن و تقاعدشان حقشان است. تقاعد چیزی است که از مشتشان گرفته شده و پس باید برشان داده شود. برشان حقشان باید داده شود و حق مسلمشان باید در دسترسشان قرار بگیره. اگر متوجه ما باشه بسا خوشحال می باشه. این ما پیامتان می رسونیم، خدا کنه که مسئولین توجه کنند. ما زندگی شما را می خواهیم، ما ملت اسلام آرامش شما می خواهیم. قربانتان سلامت باشه. بخیر باشه. بخیر باشه. سلامت. بخیر باشه. خدا حافظ. خب امروز بیشتر با مشکلات هموطنای ما سر خوردیم که هر کدامشون از هر ناحیه مشکل داشتن و خداوند خودش مشکل آسان بسازه. انصار جان متوجه باش، خداوند خودش رحم کنه بالای ملت ما و مردم ما که در بیچارگی و حیرانی قرار گرفتن. واقعا سخت است 40 سال زحمت بکشی به وطنت خدمت بکنی و سرانجام هم برات حق داده نشه. واقعا مشکل است، باید مسئولین هرچی عاجل به کسایی که متقاعد هستند رسیدگی کنن و همچنان حق مسلمشان که تقاعدشان از برشان داده شود تا ای که بتونن امروز روزگار خود پیش ببرن و امون مشکلاتشان حل شود. در یک سال اگر یک نفر 30,000 یا 40,000 افغانی یا 50,000 افغانی تقاعد خود میگیره با یک سال مکملش با اونمو گزاره میکنه، با یک سال مکمل اونمو روزگار خود سپری میکنه. خب دوستان ما هم رسیدیم پیش دروازه وزارت معارف. البته دروازه وزارت معارف حالا از اون طرف است، از طرف گلبار سنتر که اونو هم تعمیر گلبار سنتر است.
و ایام تعمیر وزارت معارف و روبروش هم او طرف سرک تعمیر ریاست شاروالی کابل است و پهلوش هم مسجد حاجی عبدالرحمن است. پشتر مسجد حاجی عبدالرحمن هم 18 منزله کابل است و ما هم رسیدیم به دی افغانان کابل و ایام منطقه دی افغانان ایام هموطنان عزیز ما که در این منطقه آمدن کسایی هستن کار میکنن و کسایی هم از کار خلاص شدن و به طرف خانه های خود میرن. ساعت هم تقریبا 4:56 دقیقه عصر است و فکر میکنم که ما هم در دقایق آخر برنامه رسیدیم و ناگزیر با شما اینم اینجا خداحافظی کنم. این بود گزارش برنامه ما که خدمت شما دوستا و عزیزا تقدیم شد. تا برنامه و گزارش بعدی که زیا صالحی برادر کوچکتان در خدمتتان قرار میگیره، هر یک شما را به خداوند پاک و لایزال میسپارم. شاد و موفق و کامگار باشین، حمایتتان فراموش نکنین و لایک و کامنت و سابسکرایب و شیر فراموشتان نشه. تا دیدار بعد، خدا حافظ، الله نگهدار.